سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت و سرحال باشید. من سیما بهاری هستم، همراه با همکارم حسین خدایی‌فر برنامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. مبارزات ضد راسیستی در سطح بین‌المللی رو ما شاهد هستیم. میبینیم که مردم معترض هر روز در خیابان‌های کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا دست به اعتراضات میزنن و پلیس مقابل اونها میایسته. دلیل این همه اعتراضات ظاهرا اینه که کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس آمریکا و پخش اون از مدیای اجتماعی خشم مردم و اعتراض مردم رو دامن زده. همراه میشیم با کیسی ورشوی و در این رابطه با ایشون گفتگو میکنیم. سلام میکنم به شما کیسی ورشوی، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. دستتون درد نکنه، مرسی که گذاشتین تو برنامه‌تون باشم امروز. البته خوبه در ابتدای برنامه‌مون بگم که کیسی ممکنه که بعضی از کلمات رو برای فارسی گفتنش سخت داشته باشه. امیدوارم که همدیگر رو بتونیم بفهمیم و برنامه‌مون رو پیش ببریم. خب، من از اینجا شروع می‌کنم. چرا این اعتراضات اینقدر ابعاد بزرگی داره، اینقدر همگانی شده؟ اولین بار که نبوده که ما شاهد این بودیم که یه سیاه‌پوست یا یه نفر زیر دست و پای پلیس له میشه و کشته میشه. چرا این دفعه اینجوری واکنش مردم نشون دادن؟ من فکر کنم اول خیلی مهمه که بگیم که اولین بارم نیست. اولین بار شاید که انقدر موضوع تو کشور دیگه بیرون آمریکا انقدر بزرگ شده. یعنی یه مبارزه بین المللی شده الان که قبلا شاید نبود. قبلا مثلا وقتی که این چیزای اینجوری پیش میومد تو آمریکا، دوباره اونجا تظاهرات میشد، شاید دو سه تا کشور، سه چهار تا کشور دیگه مبارزه میشد. الان واقعا بین المللی شده. شاید به خاطر این باشه که توی یه بحرانی، بحران به خاطر کرونا، بحران قبل از کرونا، شاید به خاطر این باشه. شاید به خاطر این باشه که این گروه Black Lives Matters هر سال به سال بزرگتر میشن، هر سال به سال یاد میگیرن چجوری برنامه ریزی کنن، یاد میگیرن چجوری اینترنت رو استفاده کنن، روزنامه ها رو استفاده کنن. فکر نمی کنم فقط یه موضوع کار کرده که انقدر بین المللی بشه، بلکه این که این مبارزه، این گروه آدم ها دارن قوی تر و قوی تر میشن و صداشون داره بلندتر میشه و توی موقعیتی که تو بحرانیم، توی موقعیتی که خیلی از آدم ها نگرانن، نمیدونن فرامتودشون چی میشه، آیندهشون چی میشه، و شاید به خاطر این باشه و میتونن به خاطر این باشه که نه برای اولین بار اما دوباره یک عالم نخست وزیر تو دنیا الان داریم که واقعا فاشیستن، مثل ترامپ، مثل نخست وزیر برزیل، مثل پوتین. آدمای زیادی الان داریم میبینیم که مثل فاشیست دارن حرف میزنن، مثل موقع مثلا 30 تال، قرن 30 تو آلمان دارن حرف میزنن. فکر کنم همه این چیزا کنار هم وقتی بذاریش واقعا یه مثل یه زیرساخت، یه زیرساخت خیلی خوب درست میکنه برای همه آدمایی که میخوان مبارزه بکنن با آنتی راسیسم و با کپیتالیسم، با فاشیسم. تو فکر کنم خیلی چیزای مختلفی که الان واقعا داره بهمون قدرت میده. بله، حتما من برمیگردم و در رابطه با اینکه ربط مبارزات ضد راسیستی رو چجوری به با کاپیتالیسم شما میخواین توضیح بدین حتما بیشتر صحبت میکنیم. اما اجازه بدین اینجا بپرسم، اینقدر که شما دنبال کردید توی دنیا وقتی که این اعتراضات و اینا هست، بیشتر مطالباتشون، حرفشون، اعتراضشون، صحبتشون چیه این آدمایی که دست به اعتراض دادن؟ خب از اول این گروه Black Lives Matter که سه تا زن بودن، سه تا زن سیاه‌پوست، سه تا زنی که هم جنس باز هستن، این چیز به خاطر این دارم این چیزا رو میگم که زنن، سیاه‌پوستن، هم جنس بازن. به خاطر ما میگیم هم جنس گرا. اوکی، هم جنس گرا، ببخشید، کویر
کویر، از این به بعد دیگه میگیم کویر، همه میدونه یعنی چی. به خاطر این چیزا رو دارم میگم، به خاطر اینکه هر ستا چیز یه چیزی که همیشه با کپیتالیسم مبارزه داره، میدونی؟ و به خاطر این فکر کنم که الان توی موقعیت هستیم که همین چیزا انگار با هم دیگه راحت‌تر ببینی ربطشون رو به هم. و بخشی یه بار دیگه میتونه سوالات از اول بگی؟ میگم گفتم که حرفاشون شعاراشون چیزی که میخوان چی هست؟ اوکی بخشی اوکی میتونیم از اول این سوال این چیز کنم؟ بله 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 بله. اوکی مهم اینه که از اول اینه که ببینیم مثلا اون کسایی که این Black Lives Matter این مبارزه رو شروع کردن کی هستن. سه تا زنن که زنن سیاه‌پوستن و همجنسگرا هستن، queer با خودشون میگن. این سه تا ایدنتیتیت، سه تا ایدنتیتی که خیلی مهمه به خاطر اینکه هر سه تا همیشه داره مبارزه میکنه با کپیتالیسم. از اول خب این مبارزه برای این بوده که خشونت به آدم سیاه‌پوست تو آمریکا خیلی خیلی زیاده و این خشونت از طرف پلیس همیشه اینجور بوده. پلیس آمریکا 1705 یعنی سال ببخشید چی میشه؟ 175 سال 175 1705 1705 تو آمریکا میاد و از اول اسمش پلیس نبوده، از اول به انگلیسی اسمشون بوده slave guards و کارشون تنها کاری که داشتن این بوده که برده ها و آدمای بومی و برده ها را ازشون چیز کنه، ازشون مواظبت نه. میتونی ادامه بدی جمله تو؟ من مواظبشون باشه، یعنی مواظبشون نه، یعنی نه منظور اینه که مراقب باشه که دست از پا خطا نکنن، منظور اینه. تنها کارشون این بوده و این خیلی مهمه که یادمون بمونه که خاطره پلیس تو آمریکا چیه، تاریخ پلیس تو آمریکا چیه، چرا اومده و چرا همه ساختمون پلیس جوری که درست شده چیه. از اول این ارگانیزاسیون Black Lives Matter تنها چیزی که باهاش می‌جنگیده این بوده که خشونت از طرف پلیس به آدم‌های سیاه‌پوست. یواش یواش این مبارزه بزرگتر و بزرگتر میشه و مثلا آدم‌هایی که میان باشون کار کنن بیشتر و بیشتر میشن و الان فقط دیگه خشونت پلیس نیست، الان دارن راجع به فقر بین سیاه‌پوستا به خصوص تو آمریکا یا آدمایی که سفید نیستن، راجع به این که بیمارستان رفتن چقدر گرونه به خصوص الان که مثلا کرونا هست. یکی از دوستان دیروز بر من تعریف کرد که ارزون ترین وقتی که آمبولانس، اگه آمبولانس بخواد بیاد دنبالت، ارزون ترین پریس که میشه قیمت، ارزون ترین قیمت برای اینکه یه آمبولانس بیاد دنبالت 80,000 کرونه، یعنی تقریبا بیشتر از 8,000 دلار فقط به خاطر اینکه بیاد دنبالت. این چیزا هستن که همش با هم دیگه الان شده همون باس این مبارزه. انقدر بزرگه که فکر کنم خیلی سخت آدم بگه اینو دارم میگم اونو نمیگم. و خب آره شعارا اینه I can't breathe، نمیتونم نفس بکشم، بخاطر اینکه جورج فلوید وقتی که پلیس زانوشو گذاشته رو گردنش داره فشار میده میگه I can't breathe. تو این یکی از شعاراست، اما مبارزه خیلی خیلی بزرگتر از فقط شعاراست، فقط آدما که الان بیرون دارن مبارزه میکنن. یه چیزی که فکر میکنی که این همه عصبانیت جوونا، این همه اعتراضشون و این همه خشونت پلیس نشونه چیه؟ یعنی فقط اینه که طرف داره میگه نمیتونم نفس بکشم یا مثلا چرا بیکارم و این همه خشونت رو باعث میشه؟ من دلم میخواد یه ذره وقتی راجع به این ماجرا حرف بزنیم
به جوری که خودمون داریم حرف میزنیم فکر کنیم و یه ذره به این فکر کنیم که این کلمه ها رو از کجا گرفتیم ما. وقتی مثلا میگیم که آدمایی که دارن تظاهرات میکنن خشونت نشون میدن، واقعا ما به نظرمون دارن خشونت نشون میدن، یعنی ما که خودمون رو سوسیالیست میدونیم واقعا به نظرمون این خشونته، یا به خاطر اینکه همش تو روزنامه ها و تو اخبار میشنویم که به اینا میگن آدمای خشمگین، به خاطر این داریم اینجوری میگیم. اگه از من سوال میکنی، من به نظرم اصلا خشونت نمیبینم، اصلا خشونت نمیبینم. آره میبینم که چیزای مختلف رو میشکنم، میبینم که پنجره ها رو دارن میشکنن این ور و اون ور، اما میدونم که تو روزنامه ها تو اخبار یه جوری راجع به اینا حرف میزنن انگار واقعا آدم های وحشی هن که نمیدونن دارن چه کار میکنن. و دوباره بعد برگردیم به تاریخ که چجوری راجع به سیاه پوستا، چجوری راجع به آدم های چپ، چجوری راجع به آدم های بومی تو اخبارا، تو روزنامه ها، تو جامعه حرف زده شده. مثلا یه مثال اینه که وقتی که سفید پوستا اومدن آمریکا و از مردم بومی زمینشون رو گرفتن، همه عکسایی که داشتن از اون موقع، خب الان میتونن ببینن که چیزای فنی از آدمای بومی، چیزای فنی که داشتن تو عکسا اینا رو پاک میکنن که معلوم نشه مثلا اونم ساعت دارن، معلوم نشه اونم می نویسن، به خاطر اینکه میخوان یه جوری به ماها نشون بدن که اینا آدم های وحشی هن، هیچی حالیشون نیست، نمیدونن دارن چه کار میکنن و یه پلیس لازم دارن که ازشون انگار پشتبانی کنه و بهشون یاد بده چه جوری حرف بزنن، چه جوری چیزی که میخوان رو بگم. الان مثلا تو اخبار یه جوری راجع به این آدم هایی که دارن تظاهرات میکنن حرف میزنن انگار اولین باره که اینا تظاهرات کردن و هیچ دلیلی نداره که عصبانی باشن. این ماجره ها، این آدم هایی که دارن هر روز زیر دست پلیس کشته میشن چیز تازه نیست. به خاطر این اگه مقایسه کنیم مقایسه کنیم خشم دولت رو با کاری که الان دارن این آدم های تظاهرات میکنن، اصلا نمیشه مقایسهش کرد. اگه به این کاری که پلیس میکنه و دولت میکنه میگیم خشم، پس نمیشه به اون یکی اینو گفت. این یه مبارزه است و تنها دلیلی که گوش میدن این آدمایی که تنها دلیلی که جامعه داره گوش میده به خاطر اینه که هیچ چی غیر از این که سود داره کم میشه حالیشون نیست، به خاطر این رفتن پنجره میشکنن، مغازه میشکنن و تو روزنامه انگار راجبش حرف میزنن که همینجوری میرن بیرون این چیز و این چیز رو میشکنن، نمیگن پنجره کجا رو شکستم، پنجره بانک رو شکستم، پنجره رستورانه‌ای که سالیان ساله که به سیاه‌پوستا دارن برخورد راسیستی میکنن اونجا رو دارن میشکنن، همینجوری نرفتن بیرون سنگ پرت کنن. و این چیز خیلی مهمه که یادمون باشه چی واقعا داره پیش میاد و چه جوری راجبش حرف میزنیم. خب اول صحبتتون گفتیم که ربط مسئله راسیسم توی جامعه و کاپیتالیسم اشاره کردین بهش، من دلم میخواد اینو بازش بکنیم، بیشتر راجبش صحبت بکنیم. حتما دوباره به خاطر اینکه بتونیم مسئله راسیسم اصلا بفهمیم مثلا راسیسم چیه. راسیسم فقط اینه که یه نفر از یه سیاه‌پوست بدش بیاد، فقط اینه، یا واقعا یه ساختمونی که سالیان و سال روش کار شده و الان داریم میبینیم مریضیش چیه. به خاطر این باید برگردیم به اینکه راسیسم چجوری اصلا شروع شده. راسیسم از وقت اینکه برده آوردن تو آمریکا، برده آوردن تو اروپا، از وقتی اینکه کلونیالیسم تو دنیا بزرگ شده از اونجا اومده و دلیلش اینه که یه گروه میخواستن سود ببرن از یه گروه دیگه و تنها جوری که میتونستن آدمای دیگر رو قانع کنن که اوکیه که ما برده آوردیم اینجا، اوکیه که ما این آدم ها رو میکشیم به خاطر اینکه نتونستن یه ذره پنبه جمع کنن، اوکیه که خونه هاشون رو آتیش زدیم،
بیشتر و بیشتر. جوری که این کارو کردن به آدمای انگار سفید اینو یاد دادن، اینه که اینا رو حیوان کردن، نشون دادن که اینا آدم نیستن و یواش یواش تونستن دید آدمای سفید رو عوض کنن به آدمای سیاه‌پوست یا مثلا آدمایی که هر کی که خودش سفید نمیدونم. آره، برام خیلی سخته امروز به خصوص این موزه، به خاطر اینکه خیلی از کلمات هست که استفاده کردنش واقعا میتونه توهین‌آمیز باشه به یک کسی، به خاطر اینم هست که یه ذره سخته برام حرف زدن. بله خب ببینید، مسئله من میفهمم اینو که میگین که سوداوری یه جایی باعث میشه که این اتفاقات بیفته. نه یه جایی، سود واقعا باس راسیسمه. بدون جامعه کپیتالیستی نمیگم راسیسم وجود نداره، چون راسیسم الان تو جامعهمون هست و هممون داریم سود میبریم از این که راسیسم هست. از این که مثلا من تو سوئد زندگی میکنم میتونم برم یه بلوز بخرم خیلی ارزون، به خاطر اینکه یه بچه‌ای که سفید نیست توی کشور دیگه مثلا هند داره درستش میکنه و من یه جای بزرگ شدم که اصلا بهش فکر نمیکنم که اون آدم اونجا هست. و اینکه مثلا خیلی جاهای دنیا کارخونه کشورهای پول دارن، این همش یه قسمت راسیسمه. یعنی جوری که آدمایی که شکلشون یه جوریه به ما یاد دادن که اینا آدم نیستن، اینا نمیفهمن، اینا میخوان اینجوری کار کنن، این همش قطعه های راسیسمه. و یه چیز مهم اینه که بدونه نمیتونی انتی راسیست باشی بدون این که انتی کپیتالیست باشی. یعنی نمیشه کاری کرد، نمیشه مبارزه کرد با راسیسم اگه مبارزه نکنیم با کپیتالیسم. اما چیز مهم اینه که میشه مبارزه کرد با کپیتالیسم و راسیسم. تو به خصوص چپای ایرانی راسیسم خیلی زیاده و این یه موضوع است که باید حتما راجبش حرف بزنیم. خب خیلی خوبه، راجب راسیسم تو ایران بگو، چقدر میدونی؟ خیلی کم میدونم و اینکه خیلی کم میدونم نشونه اینه که راسیسم تو ایران زیاده، به خاطر اینکه من الان 35 سالمه، با آدمای خیلی سیاسی همه عمرم زندگی کردم، آدمایی که راجب موضوعهای مختلف حرف میزنن و آدمایی که خیلی زیاد راجب ایران حرف میزنن. و فقط فکر کنم 2 سال پیش بود که من فهمیدم، تازه اونم با آدمای سیاسی نبود که فهمیدم اینو، که تو ایران سیاه‌پوست هست، نه سیاه‌پوستایی که اومدن اونجا مثلا 5 سال پیش زندگی کنن، آدم سیاه‌پوستایی که اونجا به دنیا اومدن، سیاه‌پوستایی که سالیان سال اونجا هستن، سیاه‌پوستایی که مثل سیاه‌پوستای جاهای دیگه بهشون داره توهین میشه. یعنی یه گروه آدم هستن تو تاریخ ایران که هیچ کی راجبشون حرف نمیزنن. و بعدش هم به غیر از این، جوری که ایل از ایرانیا راجب عربا حرف میزنن، راجب سیاه‌پوستا حرف میزنن و راجب افغانیا حرف میزنن. یعنی راسیسم توی کلتور، فرهنگ، تو فرهنگ ایران فارسی من به نظرم اینقدر عادیه که اصلا بهش فکر نمی کنیم که وجود داره. مثلا من میدونم آدمایی که خیلی آدمای خوبی هستن، خیلی مهربونن، مثلا به من میگن نه تو آفتاب مثل سیاه‌پوستا سیاه میشی، اینجور حرف زدن. یا اینکه ایران، خیلی از ایرانیا سفید بودن براشون قشنگ ترین چیز دنیاست. یعنی از این دیگه نمیتونه قشنگ خوشگل تر باشی، بور باشی، سفید باشی، چشمات آبی باشه، همه اینا نشونه راسیسم تو جامعه. خب حالا برگردیم به مسئله جورج فلوید. وقتی که این ماجرای جورج فلوید پیش اومد، خب جاهای مختلف اعتراضات و تظاهرات شد، از جمله ایران. ایران به خصوص دولت سعی میکنه که بگه که ببینید پلیس آمریکا چنین است و چنان است. در این رابطه چیزی میتونی بگی؟ فکر نکنم خیلی چیز بتونم بگم، به خاطر اینکه خیلی نمیدونم راجب سیاست ایران تو طبقه های مختلف.
مثلا نمیدونم این گروه کیه اون گروه کیه، به قول سوئدی نیانساشو نمیدونم، رنگای مختلفشو نمیدونم، بخاطر این سخته و فکر نکنم آدم درستی باشم حدس بزنم الان یعنی چی این ولی یه اشاره کردی به اینکه مثلا برخورد ایرانی ها به عربا غیره غیره و افغانستانی ها. الان دولت با افغانستانی ها خیلی برخوردهای راسیستی از راسیستی بالاتر میکنه، اینو فکر میکنم که بالاخره شنیدی و دیدی. خیلی دیدم شنیدم و تو سویدم خیلی از ایرانی ها اینجوری رفتار میکنم با افغانیا و دوباره این موضوع برمیگرده به سود، برمیگرده به کپیتالیسم. و مثلا موقعیت افغانیا تو ایران اینه که کارخونه ها کار میکنن، هیچ حقی ندارن. آدم میتونه بگه افغانیا مجبورن برده ایرانیا باشن. افغانیا به خاطر موقعیتی که توش هستن مجبور میشن یک عالمه کارایی رو بکنن که خیلی تو ایران شاید نخواد این کارو بکنم، کاری که مزدش خیلی خیلی کمه. و هر دولتی تو دنیا که داره سود میبره از یه آدمایی مجبور برده‌هاشو نگه داره. انگلا مرکل وقتی که تو اروپا یک عالمه آدم داشتن میومدن، جنگ زده داشتن میومدن، خیلی خیلی راست گفت ما نمیتونیم مرزمون رو ببندیم. اگه این جنگ زده ها نیان تو کشور ما، ما نمیتونیم اون زندگی هایی که بهش عادت کرده باشیم و داشته باشیم. این حرف رو زد. یعنی اگه برده نیاد تو کشورهای ما، این کارا رو نکنه که ما خودمون دست بهش نمیزنیم، نمیتونیم زندگیمون رو داشته باشیم. الان تو سوئد چون که مرزا بسته است، آدمای فقیر از کشورهای دیگه نمیتونن بیان اینجا سیب زمینی بچینن، گوجه بچینن، توت فرنگی بچینن. وقتی که مصاحبه میکنم با آدمی که کشاورز و اینا، همشون میگن آدم سوئدی نمیاد این کارو بکنه، مزدش کمه، 800 روزانوتی، به خاطر اینکه ما هممون هر چقدر سخت باشیم، هر چقدر روشن فکر باشیم، هممون داریم یه زندگی خیلی خوب زندگی میکنیم به خاطر اینکه برده داره برامون کار میکنه. و همه دولت ها یه جوری حرف میزنن راجع به این برده ها که بتونن آدم ها رو قانع کنن که این آدم های بدی هم و باید پسی خونشون این باشه. خب باز یه موضوع دیگه در رابطه با جورج فلوید و اتفاقاتی که افتاده توی مثلا فیسبوک و اینا، من میدونم شما فارسی نمیتونی بخونی ولی می نویسن مثلا از این کامنت های اینطوری که آخه جورج فلوید خودش یه هنرپیشه پر بود، بعد کلی هم جنایت و اینا انجام داد. راجع به این چی میگی؟ من به نظرم یه الان که داره یک کلمه مبارزه میشه، آدمایی که تو ایرانن، شما هم یک کلمه مبارزه بودین، هممون خیلی دلهوره داریم، اما دلهوره خوب، فکر میکنیم واقعا میتونه این دفعه یه چیزی پیش بیاد، واقعا میتونه این دفعه اون دفعه باشه. یه چیزی مهمی که باید یادمون بیاد اینه که ما که داریم مبارزه میکنیم، ما که برداشت سوسیالیست داریم، به آدما دعوا، یعنی به این و اون و اون دعوا نمیکنیم، به یه ساختمون جامعه داریم مبارزه میکنیم. و همه آدما از پلیس گرفته تا دزد تا اونی که داره این آشکالا رو تو فیسبوک میگه، همه این آدما افر چی میشه؟ قربانی. همه آدم ها هممون قربانی این ساختمون هستیم. منظور تو شما سیستمه. اکسکت سیستم، استرکتور، استرکتور، شاید کسی انگلیسی بلده. هممون ویکتم، قربانی این سیستم هستیم. به خاطر این، خب آره، به نظر من آدمایی که دارم میگن جورج فلوید خب خودش این بود، اون بود، قاتل بود، هرچی بود، آره دارم اینو میگم. و توی جامعه مثلا مثل ایران که چی میگم بهش، وقتی که یک کسی رو میکشن چون کار اشتباه کرده، اعدام چون اعدام وجود داره، خب یعنی کلتور
کلتور این که اگه یه کسی یه کار اشتباه بکنه میکشیمش براش وجود داره. پس چیز خیلی عجیبی نیست اگه آدمایی که با این بزرگ شدن بگن خب این آدم خلافکاری بود، پس چرا عیبی داره کشتنش؟ میدونی به نظر من فقط داره نشون میده چقدر جامعه که تو زندگی میکنیم کثیفه، چقدر شکسته است که یه طرف میتونه بگه خب عیبی نداره با زانوش یه کسی اونو خفه کرد به خاطر اینکه اون شاید توی یه پر بوده. این تنها جوابی که میتونی بدی اینه که طرفی که اینجوری گفته رو بغل کنی. فکر میکنم صحبت ها خیلی زیاده ولی فکر میکنم که وقتمون هم دیگه داره تموم میشه، وقتی نداریم دیگه. فکر میکنی که آخر صحبتت میخوای چیزی بگی اینکه دیگه پایان ببریم صحبتمون؟ خیلی چیزا هست که دلم میخواد بگم، خیلی حرف هست که میدونم وقتی شما ازم پرسیدین میتونی بیای توی مصاحبه، گفتم هم اونجا که زبانم اصلا به خصوص تو این موزه اصلا اینجوری نیست که بتونم حرف دلم رو بزنم. اما پیش خودم هم فکر کردم که حالا که ما داریم راجع به راسیسم حرف میزنیم، راجع به جامعه حرف میزنیم، خب زبانم یه چیزیه که خیلی آدم ها رو تو طبقه های مختلف میذاره. وقتی که من تو سوئدم واقعا میتونم نشون بدم چقدر درس خوندم، چقدر بلدم به خاطر زبانم. وقتی الان دارم حرف میزنم با شما یعنی بچه میشم و اینم به نظر من چیز خوبیه که انگار خودمون رو بذاریم توی موقعیت مختلف، موقعیتی که انگار قدرتمون یه ذره کمتر بشه که بفهمیم یه کسی که هیچ وقت این قدرت رو نداره، مثلا یه کسی که تازه اومده سوئد که حتما خیلی خیلی حرف داره، وقتی که مثلا 5 سال نمیتونه حرف دلش رو بزنه چی میشه با این آدم؟ و این یه انگار یه قطعه دیگه یه این مبارزه علیه راسیسمه. یه چیز دیگه هم که به نظرم مهمه راجبش حرف بزنیم، وقتی مثلا شما گفتین آدمایی که مثلا اینجوری میگن تو فیسبوک، یا آدمایی که مثلا میگه آه نگاه کن چقدر خرابکاری شد، این شد اون شد، یه چیز دیگه ای که باید یادمون باشه اینه که این یه مبارزه است و یه مبارزه یه روز نیست، یه لحظه نیست. بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا بده، یاد میگیریم، میفهمیم اشتباه کردیم، دوباره کاری که کردیم و یه بار دیگه میکنیم و یواش یواش میفهمیم به کجا باید برسونیمش. همه تاریخ اینجوری بوده، اولین بار کار درست نمیشه، شاید صدومین بار هم کار درست نشه و این دلیل نیست که دیگه بگیم اوکی پس هیچی دیگه ولش کن، نگاه اون وقت نشد پس دیگه ولش کن. و این خوبه که یادمون بمونه به جایی که این که همش بگیم اینش اشتباه شد، اینش بد شد، اونش بد شد، نگاه کنیم چه چیزایی الان خوب شده. مثلا این که تو آمریکا توی همون شهری که جورج فلوید کشته شده الان تصمیم گرفتن که دیگه دولت پول نمیده به پلیس، به جایی که یه پلیس داشته باشه الان دارن به این فکر میکنن که چجوری میتونن ارگانیزه کنن توی این جامعه که ارگانه دیگه باشه، بیمارستان باشه، مثلا خیابونا یه جور مثلا روشن باشن که اینجوری مثلا جرم و جنایت کمتر بشه. چیزای خیلی خوب داره الان از این مبارزه میاد که دستاورده اینا واقعا دستاورده کوچیک هم نیست، دستاورده خیلی بزرگی تو همه دنیا که متاسفانه خیلی راجبش نمیشنویم، باید خودمون بریم پیدا کنیم این چیزا رو. این و یه چیز دیگه، همه ما که خودمون رو سیاه‌پوست نمیدونیم، خب حق نداریم بشینیم وایسیم سیاه‌پوستا بهمون یاد بدن چجوری راسیست نباشیم. میدونی این یه کاری که خودمون باید بکنیم. اگه کسی که داره این برنامه رو نگاه میکنه پس یعنی بلدی بنویسی و بلدی اینترنت رو استفاده کنی، برو خودت گوگل کن ببین چی داره پیش میاد، تاریخ راسیسم چیه، تاریخ پلیس چیه، تاریخ پلیس تو کشوری که خودت زندگی میکنی چیه، تاریخ ببخشید زندان تو کشوری که داری زندگی میکنی چیه، همین ساختمون، استرکتور، سیستم زندان اونجای که زندگی میکنی چیه، و یواش یواش میفهمی چقدر این چیزا به همدیگه ربط دارن
و چقدر هممون باید برای این کار مبارزه کنیم. یعنی اگر راسیسم نباشه برای هممون بهتره. خیلی ممنون از شما کیسی ورشوی، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین، امیدوارم باز هم بتونیم شما رو مهمون برنامه‌مون داشته باشیم. مرسی و واقعا سعی میکنم تا دفعه دیگه یه ذره فارسی ما بهتر کنم. خیلی ممنون از تلاشت. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با کیسی ورشوی در رابطه با مبارزات ضد راسیستی در دنیا و انعکاسی که داره و خواسته و مطالباتی که مردم داره. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان این بحث قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم حسین خدایی‌فر برای شما ساعات و روزهای خوبی آرزومندیم. شاد و سربلند باشید.